Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne haber? Bugün sizlere birkaç tane ek söylemek istiyorum. Bu ekler çok önemliler ve çok da pratikler. Yani bugün siz yine de çok önemli bir dersi öğreneceksiniz. Lütfen bu videoyu tamamen izleyin. Selam dostlar, <laughs> hoş geldiniz. Halatiniz çetare. امروز میخوام چند تا پسوند بهتون بگم این پسوندها خیلی مهم و کاربردی هستن یعنی این درس هم مثل همه درس دیگه مهم و کاربردیه. لطفا این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید آدیگی دلم برینجی کیمیز پسوند اولمون پسوند سال و سل پس سال و سل به یه سری کلمه اضافه شدن به یه سری اسم در اصل اضافه شدن که باز یه معنی جدید به وجود اومده و اینکه بچه ها این کلمه هایی که اینجا توی تخته میبینید و به اضافه تخته بعدی که بازم ادامه این کلماته خیلی مهم و کاربردیان و شما توی زندگی روزمره مخصوصا اگر ترکیه بخواید زندگی کنید حتما یکی از اینا رو حداقل میشنوید پس لطفا با دقت گوش کنید به تلفظشون و سعی کنید که یاد بگیرید خب گفتم پس سال و سل رو باید اضافه کنیم به سری کلمات که ما درست شدهش رو اینجا میبینیم برینجی، بدنسل بدنسل یعنی جسمی مثلا بدنسل چوک گچلو یعنی از نظر جسمی خیلی قویه دویگوسال یعنی احساساتی دویگوسال بیز چوک دویگوسالیز ما خیلی احساساتی هستیم اورنسل میشه جهانی بو هاستالیک کووید 19 اورنسل بیر هستالک میگم که این مریضی مریضی COVID-19 چون توی ترکیه نمیگم نمیگن کرونا بیشتر می میگن کووید 19 این مریضی COVID-19 یه مریضی جهانیه افرنسله ساناتسال هنری ساناتسال بیر موزه گیت به یک موزه هنری رفته بودم گلنکسل میشه سنتی بیزیم عادت لریمیز یا بیزیم گلنکسل لریمیز حالا عادت یا گلنکسل با هم فرقی ندارن اون همون معنی آداب و رسوم رو میده این هم معنی سنت میده میگه که ما یه سری آداب و رسوم و یه سری چیزای سنتی داریم مثلا موقع عروسی، موقع عذاب یا چیزای دیگه کنوتسال مسکونی مثلا بو بلگه کنوتسال بیر بلگه بلگه میشه منطقه قسمت این قسمت یا این منطقه یه منطقه مسکونیه بلگسل بلگسل بلگه ازلیارو یعنی مستند تماشا میکنم کیمیاسال شیمیایی بو, بو ارون کیمیاسال میگه این محصول شیمیاییه دیکتت مراقب باش دقت کن تاریخ تاریخی من تاریخ سال چک چوک و این واقعا واقعیت من داستان تاریخی رو خیلی دوست دارم روح سال یعنی روحی جسمی روحی متضاد ده همه زت انلام وار یعنی متضاد ده همان. روحسال حالیم چکتو حال روحیم خیلی بده گرسل یعنی اینی چیزی که در ظاهر ما میبینیم اینی وجود اینی داره یعنی وجود خارجی داره و وجود ظاهری داره ما مثلا میگیم که بونون گرسلی ای میگیم که ظاهر این خوبه یعنی از بیرون خوبه سپورسال هم که ورزشی مثلا سپورسال ها برلر خبرهای ورزشی یا اخبار ورزشی هادی دی گیدلیم دوامونی گرلی بقیه ببینیم شمدی سال و سل اکلرینین دوامونی سیزه سایلمک استیارم الان میخوایم ادامه پسفند های سال و سل رو بگیم بیتکیسل یعنی گیاهی مثلا بیتکیسل ایلاج کلونیوروم یک داروی گیاهی مصرف میکنم کومسال میشه شنزار مثل کجا؟ مثل لب دریا یعنی ساحل اونجایی که شنوماسه داره به اینجور مکان ها میگن کومسال کومسال دا یورو یعنی در شنزار یا روی شنوماسه راه میرم یاپوسال یعنی ساختاری حالا ساختار هر چی میتونه یه ساخته باشه میتونه بدن یه انسان باشه هر چیزی مثلا بو بینانون یاپوسال حالی چک گچلو مثلا میگم که ساختار این بنا یعنی درس میگیم که این بنا از نظر ساختاری خیلی قویه بیلیمسل علمی بیر آرکادشین وار چوک بیلیمسل کنوشیور یه دوستی دارم که خیلی علمی صحبت میکنه فیزیکسل میشه فیزیکی حالا باز فیزیکی میتونه جسم انسان باشه یا مثلا شیمی و فیزیک از اون نظر باشه یعنی فیزیکی که مربوط به ریاضی میشه حالا ما از نظر جسمی میتونیم مثال بزنیم فیزیک اولاراک چک ضعیف و کیلوسوز میگیم که از نظر فیزیکی خیلی لاغر و بدون وزنه یعنی کم وزنه منظورمون اینه شیمدی یکی اکی میزه دلم الان بریم پسفند بعدی برسیم به پسفند دوم ایکینجی اکیمیز ایکینجی اکی داش و تاش اکی پسفند دوممون پسفند داش یا تاشه داش واسه کلمه هایی که به حروف بی صدا و صدا دار خط میشن و تاش برای کلماتی که به حروف چسب های کفش خط میشن مثلا برینجی چاداش چاداش یعنی کسی که هم اصرته. یعنی مثلا بنیم چاداشم اولدو یعنی مثلا کسی که هم اصر من بوده مرده اینو کی میتونه بگه؟ اینو مثلا یه مرد صد ساله صد و ده ساله میتونه بگه که چرا؟ چون قرن که زندگی کرده یعنی به دنیا آمده و اون اصری که به دنیا آمده با ما فرق میکنه با ماهایی که حالا 20، چل پنجه ساله مونه خب؟ به خاطر همین به کسی که توی یه عصر دیگه ای زندگی کرده و اینا با هم تو عصر بودن میگن هم عصر حالا مثلا بیزهپی هپی میز چادشز ما هممون با هم هم اصری. چون توی یه قرن به دنیا آمدیم ایکینجی یولداش یولداش شاید آذری زبانان زیاد شنیده باشن چون توی زبان آذری به معنی دوست استفاده میشه. همچنین توی زبان ترکیه استانبولی هم همینطوره، باز یولداش به معنی دوست و به معنی همراه معنی میشه. چون یول یعنی راه. وقتی هم پسوند میگیره، پسوند معنی هم میده و میشه همراه یا دوست. مسلکتاش bütün türkçe به benim meslektaşım. تمام معلم های زبان ترکی استانبولی همکار من هستند. پس مثل یعنی همکار کسی که با شما یه شغل را, را انجام میده آرکاداش که صد درصد هر روز دارید میشنوید یا حداقل توی درسای من که یعنی دوست یا همپشت همپشت از این نظر که خب یه جورایی داره معنی دوست میگه می دیگه که یعنی اینا پشت همند دو نفری که پشت هم وای نیستن به خاطر همین میگیم دوست یا هم پشت دینداش دینداش یعنی کسی که هم دین توه با تو یه دین رو داره مثلا بی میز دینداشز و دینی میز نه شیه اسلام خب میگیم ما همه با هم همدینیم و دینمون اسلامو شیعه هستش وطنداش وطنداش رو کسی که ترکیه میخوان زنه ای کنن اگه زندگی میکنن هم باز زیاد میشنون چون همه میخوان وطنداش بشن یعنی هم شهروند شمایی که میخواین شهروند ترکیه بشین اصطلاحا هم باید از اصطلاح وطنداش استفاده کنید بیز وطنداش اولماکیستی و روز ما میخواییم هموطنتون بشیم یا شهروند بشیم اکولداش Çocukluk okullaşımı buldum. Hem başka bahçegimi peyde kerdim. okullaşmışe okullaş mi Gönüldaş. Gönüldaş yani hamdel. Bu benim gönüldaşım. İn hamdele mene. Gecüreyi mesela hamdert. Şimdi üçüncü ekimize gidelim. Benim pastrende sevgim. 23 اکیمیز پسفند سوممون پسفند تسقیر ساز هستش تسقیر از سقیر یا همون کوچک میاد این پسفند بعضی موقع ها معنی کوچک و بعضی مواقع معنی عزیز میده البته که پسفند اصلی یعنی حالت اصلی و معنی اصلیش همون کوچکه ولی اون حالت عزیز رو هم من براتون توی تخته بعدی مثال میزنم اول بیایم این پسفند رو به معنی کوچک ببینیم اولا که پسفنداش اینه جک جیک جک جک چک چیک چک چک پسفندایی که با ج هستن واسه کلماتی که به حروف بی صدا و صدادار ختم میشن و پسفنده دوم واسه حروفی هستن که چسب تای کفش هن. یعنی کلماتی که به حروف چسب تای کفش ختم شدن حالا مثال ها رو ببینیم آزجک آزجک Azıcık kola istiyorum. Yekem nuşabe mi kham? از جکم جک خیلی استفاده میشه ولی وقتی که دارید محاوره صحبت میکنید تونتون صحبت میکنید به زبان ترکی ناخداگاه یه دونه ای بین آز و جک میاد میگی آز و جک آز و جک آز جک کلا استیارم مثلا یکم نوشابه میخوام کتاب چک کتاب چک کتاب یه یعنی دونه کتاب چه خریدم یعنی کتاب کوچک ببجیک بجیک به بجیک یعنی نوزاد نوزاد کوچیک میدونید در،, در اصل کجا استفاده میشه یه سری از این کلمات مثل همین به بجیک موقعی که میخواین احساسات خوبتون رو نشون بدین و مثلا میخواین اون طرف مقابل اون نوزاد و مثلا یا اون سگ و گربه رو نوازش کنید مثلا میگید که ببچیک خب لپاشو میگید میگید ببچیک یعنی کوچولو نوزاد کوچولو منظورمون اینه سانجک میشه پیازچه یوسوف چوک که ببینید به خاطر ف پسوندمون با چه اومده میشه سنجاقک کپجیک میشه دوباره سگ کوچیک کوچولو مثلا این سگای کوچوله با مزه هستن مثلا ما میتونیم به اونا بگیم کپچیک یا حتی مثلا همین پسوند رو به گربه میتونیم اضافه کنیم کدیچیک به خیلی چیزا که میخواید اونو حالت تسخیر سازیش کنید میتونید این پسوندا رو اضافه کنید حالا من این چند تا رو براتون مثال که حالا کاربردشون بیشتر بود الان توی تخته بعدی میخوام بهتون همین پسوند و به معنی عزیزش رو بگم با هم همراه باشید <متصال> حالا رسیدیم به مثال هایی که گفتم به معنی عزیز یا جان هستش مثلا آن نجیم آن رو نجیم حتما شما زیاد شنیدین چون توی متن کتاب ها هستش در اصل آن جیم خونده میشه ولی توی صحبت کردن محاوره ای یوموشاکه کاملا حذف میشه به اضافه ای یعنی یه دونه ای میمونه پس میشه آن جیم آن جیم نسلسن مامان جونم مامان عزیزم مامان جان حالت چطوره بابا جیم بابا جم بابا جون بابا جونم مورد چیم حالا اینجا براتون یه اسم مثال زدم که بدونید با اسمم میتونه بیاد مراد چیم به خاطر ته چه گرفته میشه مراد جانم حالا یا مثلا مراد جان بعد فقط حواستمون باشه که به غیر از این پسوندا پسوند ایمم اضافه کنیم بهشون حالا ایم 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 ایم, ایم. چون میخوای بگیم مامان من مامان جان من یا بابا جان من خب چوژوک چوم یعنی بچه جونم چوژوک جو باز به خاطر که پسوند چوک گرفته که که به یون مشکل تبدیل شده به خاطر اوم یعنی تو همشون این اتفاق افتاده و همیشه چوژوک چوم یعنی بچه جونم میرسیم <متصفح> به پسوند آخر سنونجو پسند آخرمون پسند فائل سازه که بیشتر مربوط به مشاقل میشه پسوندها ها شامل ج، جی، جو، جو واسه حروف صدادار و بی صدا پسوندهای های چ، چی، چو، چو برای حروف چسب ترکش حالا مثال ها رو نگاه کنید بالکچی، بالکچی میشه ماهیگیر آوج میشه شکارچی کپج دربان سیرچی تماشاچی ساتچی ساعت ساز آناهتارجی کلیدساز دمیرجی آهنگر چپ چه رفتگر فالج فالگیر پلاور جی خالی بند خب میرسیم به مثال های آخر و تخته آخرمون ادامه مثال های پسفنده ساز رو داریم اینجا اکمکچی یعنی نانوا بکچی یعنی نگهبان سنایجی صنعتگر، barışçı solcu gözlükçü eynaksız temizlikçi nezafatçi muhasebeci hesapdar savaşçı jangju yalancı durukku işçi karagä ببینید ما این پسفنده فائزساز رو در داریم به یه سری کلمه اضافه میکنیم که خب مثلا من میدونم اکمک چی از اکمک به اضافه چی به دست اومده خب اکمک یعنی چی؟ یعنی ناند خب هم میخوام بگم نانوا میام پسفند رو به اکمک اضافه میکنم یا مثلا تمیزلیک تمیزلیک یعنی نظافت حالا میخوام نظافت چی بگم میام پسفند رو به نظافت اضافه میکنم ساواش یعنی جنگ وقتی پسفن بهش اضافه بشه میشه جنگ جو چون داره فائل میسازه اینجا یالام میشه دروغ وقتی جی بهش اضافه میشه میشه دروغگو. پس تمام این کلمه ها این مثال هایی که الان دیدید یا تو سخته قبلی دیدید همشون یه سری کلمه بودن که با این پسفند به حالت فائل تبدیل شدن و شما به راحتی میتونید خیلی کلمه های دیگه ای رو همین جوری تبدیل کنید که معمولا به حالت شغل در میان و اینکه من خب قاعدتا کل کلمه ها رو نگفتم بهتون چون کلمات خیلی زیادی هستش توی این سبک شما میتونید خودتون برید پیدا کنید اون کلماتو و با اضافه کردن پسفند فائل بسازید خب قاعدتا خیلی از کلمه های زیادی هستن که من اینجا براتون ننوشتم شما خودتون میتونید این کلمه ها رو یا این اسامی رو پیدا کنید و با اضافه کردن پسوند فائل ساز ازش یه فائل بسازید Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bu میزده çok önemliydi ve çok pratikti. Lütfen bu dersi و ve defterinizde yazın. بچه ها به پرده درس امروز هم, هم رسیدیم درس امروز هم همون هم خیلی مهم و هم خیلی کاربردی بودش لطفا از این درس استفاده کنید و اونو توی دفترتون بنویسید اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید لطفا یا دکمه سابسکرایب کلیک کنید و با لایک و کامنتاتون نظراتتون رو بیان کنید و بهمون به انرژی بدیم. سیزلری چاک görüşmek üzere